سلام سلام از اوز هستانه خدای خدایان. این یک داستان واقعی از قرن 16 میلادی هست، از شهر ژنو در سوئیس، جایی که الان مهد امنیت و آزادی و بیدینی هست، روزگاری حکومتی همچون جمهوری اسلامی داشته. در قرن 16 هم در اروپا رفته رفته مذهب پروتستان به عنوان بزرگترین شکاف در مسیحیت شکل گرفته. مذهب پروتستان اصلاح شده مذهب کاتولیک محسوب می شد و بسیاری از مسیحیان کاتولیک به مذهب پروتستان رو آوردند. بنابراین کاتولیک ها به شدت بر پیروان پروتستان سخت گرفتند و به آزار و اذیت اونها پرداختند، چرا که معتقد بودند که اونها دارن دینشون رو نابود می کنند و به انحراف می کشند. حتی کاتولیک ها بسیاری از مردم پروتستان رو در آتش سوزاندند. اما همچنان عده‌ای به پروتستان می‌پیوستند. در اون زمان در سوئیس شیوه دولت شهری برقرار بود، یعنی هر شهری حکومت خودش رو داشته، هر شهری ایالتی مستقل بود و شورای شهر تصمیم گیرنده اون شهر بود. ژان کالوان یک کاتولیک فرانسوی قرن 16 بود که در دانشگاه الهیات و حقوق خوند. او در سن 24 سالگی از مذهب کاتولیک جدا شد و به مذهب پروتستان پیوست و تنها یک سال بعد او در نقش یکی از روحانیون پروتستان ها ظاهر شد. خب پیروان پروتستان تحت تعقیب و آزار کاتولیک ها بودند، برای همین کالوان مجبور بود که زیاد سفر کنه. 26 ساله بود که برای هدایت پیروان فرقه پروتستان کتابی می نویسه به نام در نهاد دین مسیحی در سال 1535. بعدها این کتاب تاریخ اروپا رو دگرگون میکنه. کالوان در این کتاب مینویسه که بر خطیبان و عالمان دین تکلیف است که از صدر تا ذیل را فرمان دهند. این عبارات براتون آشنا نیست؟ در شهر ژنو قدرت پروتستان ها رفته رفته بیشتر از کاتولیک ها شد. در 21 ماه می سال 1536 مردم ژنو با تجمع در میدان عمومی شهر با بالا گرفتن دستهای خود به نوعی یک صدا به اجرای احکام کتاب مقدس رأی مثبت دادند. پیاده شدن کلام آسمانی مسیح طبق آموزه‌های پروتستان خواست اکثریت مردم ژنو بود. ژان کالوان 28 ساله بود که در سفر خودش چند شبی رو در شهر ژنو اقامت کرده. به او پیشنهاد دادن که در ژنو بمونه و مفسر کتاب مقدس بشه. به این ترتیب شورای شهر ژنو تصویب کرد که ژان کالوان در مقام مدرس کتاب مقدس در کلیسای ژنو فعالیت کنه. کالوان از این مقام به ظاهر بی اهمیت دینی شروع به نفوذ در حاکمیت کرد. 3 ماه بعد کالوان اصول مبانی آموزه های پروتستان رو به تصویب شورای شهر میرسونه. بعد کالوان اصرار میکنه که در پیشگاه کلیسا همه مردم شهر باید به ایمان داشتن به اون اصول قسم بخورند، وگرنه باید از شهر اخراج بشن. خب شورای شهر با چنین پیشنهادی مخالف بود، اما هر مقامی که با کالوان مخالفت کنه انگار با دین و خدا مخالفت کرده و ممکنه که با اتهام کفرگویی از سوی کالوان مواجه بشه. اون وقت دیگه یک کافر جایی در بین مردم نداره. برای همین پیشنهاد کالوان از سوی شورای شهر پذیرفته شد. میبینید که ظاهرش اینه که در ژنو دین حکومت نمی کنه. ظاهرش اینه که شورای شهر حق نظارت و عزل و نصب روحانیون کلیسا رو داره. اما همین که دین مورد حمایت حکومت، همین کافیه که روحانیون دین در تصمیم گیری های حاکمیت دخالت کنند. میدونید چجوری دخالت میکنند؟ در مسیحیت مراسمی وجود داره به نام آیین عشای ربانی یا شام خداوندی که در اون یه تیک نون و یه ذره شراب طی مراسمی خلاصه به همه خورونده میشه. اگه اون کشیش کسی رو به خاطر کفرگویی یا هرچی از خوردن اون نون و شراب محروم کنه، او دیگه هیچ، دیگه اون شخص آنچنان بدنام میشه که خودش باید از اون شهر بره. و کالوان هر 4 ماه یک بار آیین شام خداوندی رو برگزار میکرد. کالوان به روحانیون دیگه هم حق تکفیر داده بود، یعنی همه مقامات شورای شهر هم مدام در ترس این بودند که مبادا مورد غضب روحانیون قرار بگیرند و اینجوری عملا همه مقامات مطیع کالوان و روحانیون شده بودند.
کالون در زندگی شخصی خودش هم بر خودش سخت می گرفته. کم می خوابید، کم غذا می خورد، بدون تفریح و شادی، بدون گشت و گذار، فقط کار و مطالعه و نگارش. خب وضع سلامتی خوبی هم نداشت. او با یک بیوه زن ازدواج کرد که او هم زود فوت کرد و کالون دیگه تا آخر عمرش هم ازدواج نکرد. با پذیرش اون پیشنهاد کالون، مردم باید برن کلیسا، به صورت دسته‌های 10 نفره مثل برده توی صف بایستند و به بند اون اصول مبانی جناب کالون سوگند بخورند و اعلام وفاداری کنند. عده‌ای از مردم اعتراض می‌کنند که ای بابا، اصلا این کالون کیه که برای ما تعیین تکلیف می‌کنه؟ اینی که خودش اصلا زاده ژنو نیست، داره تصمیم میگیره که ما شهروندان ژنو کدوم بمونیم و کدوم از شهر اخراج بشیم. خب عده‌ای نافرمانی کردند و اعتراض کردند. چند ماهی به همین منوال گذشت. دور بعدی انتخابات شورا در سال 1538 بود که تندروهای طرفدار کالون دیگه رأی نیاوردند. نمایندگان شورای جدید به اتفاق از کالون درخواست می کنند که در تکفیر دیگران ملایم تر باشد. اما کالون عادت به ملایمت ندارد. کالون عصبانی می شه و در بالای منبر کلیسا به شورای جدید دشنام می ده. عملا تقابل بین شورای مردم و کالون شروع می شه. شورا بالای منبر رفتن کالون رو ممنوع میکنه، اما کالون اونقدر پیروان از جان گذشته داره که راه کلیسای سن پیر رو برای او باز میکنند و او به بالای منبر میره. سخنرانی آتشینی میکنه و آشوبی به پا میشه. سرانجام به حکم شورا کالون و تمام واعظان او از مقامشون خلع و از شهر اخراج میشن. بعدم خب 4 تا کشیش معمولی جای اونها رو میگیره و خلاصه مردم از شر کالون خلاص میشن. 2 سال گذشت. ژنو دیگه اون اقتدار محوریت اصلاح دین و مرکزیت پروتستان رو از دست داده بود، به حدی که کلیسای روم فشار می آورد که ژنو به قلمرو کلیسای کاتولیک برگرده. حالا کالون سختگیر بود، اما ابهتی هم به شهر داده بود. ژنو رو مرکز آیین پروتستان کرده بود. مذهبیون پروتستان در ژنو خواستار بازگرداندن کالون شدند، به طوری که شورای شهر بالاخره از کالون دعوت کرد، اما کالون رد کرد. باز شورای شهر درخواست کرد، کالون رد کرد. شورای شهر خواهش و التماس کرد که حضرت استاد ما رو ببخش و از سر لطف دوباره به مسند وعظ و خطابه شهر ما برگرد. کالون باز رد کرد. اعضای شورای شهر قسم خوردند که اصول شرع رو مو به مو طبق خواسته کالون رعایت کنند. اونها عهد کردند که جز به رضای خاطر او رفتار نکنند، فقط او منت بگذارد و بر مسند قبلی خودش برگرده. یکی از دوستان کالون به کالون گفت که آیا نشسته ای که سنگهای شهر هم به التماس بیفتن؟ خب برین دیگه. سرانجام کالون مثل یک سردار فاتح، یک رهبر بازگشت از تبعید، پیروزمندانه به ژنو برگشت و مردم در شور و شادی وصف ناپذیر به استقبال او رفتند. به به، بار دیگر روزگار چون شکر آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید. از این پس ژان کالون نه بزرگترین قدرت، بلکه تنها قدرت حاکم بر ژنو بود. ژان کالون تلاش کرد که ژنو رو بر اساس دین و ایمان به دست اولیای دین به یک کشور کامل و بی نقص تبدیل کنه. ژنو خیلی زود بیش از پیش به مرکز آیین پروتستان در اروپا بدل شد. دیگه در مقابل کلیسای قدرتمند کاتولیک در روم، کلیسای سن پیر در ژنو هم اقتدار و جایگاهی برای پروتستان ها داشت. امروز هم شهرت این کلیسا در ژنو به خاطر اون سخنرانی های دو آتیشه ژان کالون در اون کلیسا هست. الان در میان پروتستان ها کالونیزم یک فلسفه و مکتب مذهبیه که شاخه اصلی پروتستان هم محسوب میشه و کالونیزم نام خودش رو از همین ژان کالون گرفته.
اما کالون هیچ آزاداندیشی رو تحمل نمی کرد و به شدت با مخالفین برخورد می کرد. این بار دیگه مجازات مخالفین فقط تبعید نبود، بلکه او علاوه بر تبعید مخالفین خودش رو زندانی و شکنجه می کرد و مثلا سوزاندن کف پا اصلا جزو بازجویی بود و او دیگر اندیشان رو زنده در آتش می سوزند. او این پروتستان مثلا میخواست مسیحیت رو اصلاح کنه و مسیحیان رو از یوغ استبداد پاپ در آیین کاتولیک خلاص کنه، اما خودش استبداد بزرگتری شد. اصلاح دین اینه. این بار کالون با ارائه طرح آداب ایمان مجموعه ای از بایدها و نبایدها رو تهیه میکنه به نام فرمانها و از گماشتگان خودش میخواد که اجرای اون فرمانها رو توسط مردم تحت نظر داشته باشند. خصوصی ترین امور زندگی هم به دین مربوط میشه، پس باید زیر نظر کلیسا باشه. گروه های پاسبانان اخلاق راه میندازه که مردم رو در خونه های خودشون هم سوال جواب میکنند. اونا خونه رو وارسی میکردند که یه موقع کتابی از کاتولیک یا شمایلی از مسیح در اون خونه نباشه. آشپزخونه رو هم چک میکردند که یه موقع غذایی اسراف نشده باشه. از کودکان در مورد عقاید پدر و مادرشون سوال میکردند. ترویج اخلاق دینی به همین محدود نبوده. پاسبانان اخلاق لباس زنان رو اندازه می گرفتند تا مبادا زیادی کوتاه باشه یا زیادی بلند باشه یا دامنشون خدایی نکرده برش خطرناکی نداشته باشه. گیسوان زنان رو چک می کردند که مبادا اون رو تاب داده باشند و بیش از حد آراسته باشند. مراقب کوچه ها بودند تا دختر و پسری گناه نکنند. کسی نباید ترانه دنیوی زمزمه کنه. نامه ها همه قبل از رسیدن به مقصد خونده می شدند. در کالسکه، در کشتی، در بازار، در همه جا جاسوس مزدور و خبرچین داوطلب پیدا می شن که گزارش بدن. تفریح و رقص ممنوعه، جشن و شادی ممنوعه، لباس زیبا ممنوعه. خیاط ها باید طبق مجوز شورای شهر لباس بدوزند. نام فرزندان باید محدود به اسامی درون کتاب مقدس باشه. اینجوری بالاخره ژنو میشه همون مدینه فاضله‌ای که کالون میخواست. شهری بیرنگ، بیروح، خاموش و تلخ، البته با مردمانی خدا ترس و فرمان بردار. بالاخره رفته رفته مردم به اعتراض می پردازند. شمار مخالفان کالون بسیار بیشتر از طرفدارانش بود، اما از یک طرف کالون با قدرت نظامی خودش هراس‌آور بود و از طرف دیگه، از رو بخونم، اراده های مخالف ناهماهنگ و پراکنده اند و انگیزه هایشان گوناگون است. مثلا از مخالفان یه عده برای بازگشت به مردم سالاری تلاش می کردند و عده دیگه به خاطر آیین کاتولیک مخالف کالون بودند و خلاصه مخالفین کالون با هم ائتلاف و اتحاد نداشتند و برای همین کالون به راحتی اونها رو سرکوب می کرد و به حکومت خودش ادامه می داد. می بینید چقدر به روزگار ما شبیهه؟ اگه مردم در انقلاب و رهبری خودشون متحد نباشند، سرنوشت ما هم همین میشه. جان کالون سرانجام در 27 می 1564 در 54 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. او پس از بازگشت به ژنو 24 سال بر ژنو حکومت کرد. بعد از مرگ او به تدریج از شدت اون سختگیری های حکومتی کم شد، اما حتی تا 2 قرن بعد از کالون همچنان در ژنو این سوال مطرح بود که آیا تئاتر باید مجاز باشه یا نه. پیش از حکومت کالون ژنو افراد دانشمند و هنرمند زیاد داشته، اما با اومدن کالون تا 200 سال بعد از اون دریغ از یک نقاش، یک موسیقیدان، یک هنرمند، هیچ. تازه در قرن 18 بود که با تحولات اروپا ژنو هم تغییر کرد. اون موقع ژنو محل اقامت ولتر شد، کسی که کاملا ضد مسیحیت بود و معتقد بود که از بین بردن دین بزرگترین خدمت به بشر هست. کانال های من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.